سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوام بهتون یه سوتین خیلی زیبای کشی و ترند شده بازار رو آموزش بدم. این سوتین در قسمت پشت بندها به شکل ایکسی شکل یا زبدری شکل هستش و در قسمت جلو با اینکه پارچه کشسان هستش و کشی هست، کاپ میخوره، داخلش کاپ سینه میخوره، باعث خوش ایستر ایستادن سوتین میشه، داخلش کاپ داره. حالا تو بازار کاپ های پرسی داره استفاده میشه. من بهتون از همین کاپ های گردی که توی بازار به صورت ابری وجود داره آموزش میدم. پشتش به صورت بند های زبدری ایکسی شکل هست و جلوش هم که بهتون گفتم کاپ میخوره، قسمت زیرش کش میخوره و پارچش حتما کشسانی مناسبی رو داشته باشه تا بتونید اونطوری که لازم هست نتیجه لازم رو بگیرید، نتیجه درست رو در واقع بگیرید. متر رو میذارم دور زیر سینه و اندازه دور زیر سینه رو میخونم. متر رو کیپ دور زیر سینه قرار میدم، کاملا موازی با سطح میز یا سطح زمین یا موازی با خط باسنتون باشه و عدد درستش رو میخونم و یه جا یادداشت میکنم. بهش میگن دور زیر سینه. پس عدد دور زیر سینه رو اینجا یادداشت میکنم برای خودم و یه جا مینویسمش. دور زیر سینه مقدارش شد 83 سانتی متر. عدد بعدی که نیاز داریم بچه ها دور سینه هستش. دور سینه رو من میام متر رو میندازم باز دوباره دور تا دور سینه از روی برجستگی دو تا سینه باید عبور بکنه و موازی با خط کمرمون باشه و این عدد رو هم میخونم. پس این میشه دور سینه. دور سینه متر رو میندازم دوره دور تا دور سینه از روی برجستگی سینه عبور بکنه، از روی نوک سینه ها حتما عبور کنه، شخص سوتین مناسبی تنش باشه توی این اندازه گیری و عددش رو یادداشت میکنم. عددش میشه 93. پس دور سینه 93 و یادداشتش کردم. دور سینه مهم بودش و دور زیر سینه اینو یادداشت کردم. خب ببینید بچه، روی مانکن یا روی بدن شخص شما باید اندازه دیگه ای رو هم به دست بیارید. متر رو میذارم روی قسمت حجاب سینه، بهش میگن از جایی که بند وصل میشه تا قسمتی که زیر برجستگی سینه تموم میشه بهش میگن حجاب سینه. متر باید حتما از نوک سینه عبور کنه و این عدد رو هم یادداشت میکنم. برای این مانکن که سایزش 82، سایز مانکن تقریبا 40-42 هستش، عدد شد 22 سانتی متر. بهش میگن حجاب سینه. شما روی تن خودتون حتما زمان دوخت سوتین هاتون حجاب سینه رو اندازه بزنید که یک کاپ سینه اندازه داشته باشید و عرض سینه رو هم یادداشت کنید. ببینید عرض سینه چه شکلی به دست میاد. از این طرف خط CF یا خط مرکز بدن رو علامت میزنم و ملاک قرار میدم، از سمت دیگه خط پهلو رو ملاک قرار میدم. خط پهلو در حقیقت انتهای خط کارور رو، از این طرف انتهای خط کارور رو ملاک قرار میدم و این اندازه رو میخونم، یه جا یادداشت میکنم که توی الگو کشی اینم عدد مناسبی برای کنترل کردن هامون هستش. خب این عدد رو هم یه جا یادداشت میکنم، میشه عرض سینه. بهش میگیم عرض سینه. عرض سینه هم 20 سانتی متر. این رو هم داشته باشید که بتونیم ازش در جای مناسبش استفاده کنیم. خب ببینید شما میتونید اندازه بند رو هم بخونید. اندازه بند رو تو حالت استاندارد خودش، یعنی از بالای حجاب سینه تا پشت، وسط پشت بخونید. این میشه اندازه بند اصلی که تقریبا با همون اندازه بند ایکسیتون یکسان هستش. بند ایکسی ممکنه یکسان دو سان فقط بزرگتر باشه. از این قسمت میخونمش به شکل ایکسی شکل و همونطوری که میخوام وایسته عددش رو یادداشت میکنم. اینو هم داشته باشید که تو حالت کشسان پارچه‌ای که برای بند دارید استفاده میکنید باید به این میزان رسیده باشه. خب پس این عدد رو هم یادداشت میکنم، میشه اندازه بند. حالا با داشتن این اندازه ها میریم که الگومون رو رسم کنیم. اندازه بند. خب پس این شماره 1, 2, 3, 4, 5 پنج تا اندازه اصلی که نیاز دارم اینها هستش و با داشتن این اندازه ها میتونیم الگومون رو بکشیم و اونطوری که دوست داریم به نتیجه مورد نظرمون برسیم. خب ببین برای شروع الگو کشی
استارت کارم. خطکش رو قرار میدم و ملاکم دور زیر سینه هستش. ملاک دور زیر سینه هستش. دور زیر سینه 83 هستش. دور زیر سینه رو تقسیم بر 2 میکنم. پس کار اولی که میکنم دور زیر سینه تقسیم بر 2. دور زیر سینه 83 بوده، تقسیم بر 2 میشه تقریبا 41.5. 41.5. و چون پارچمون کشی هستش، منهای 2 سانت میکنم. منهای 2 سانت اینجا بنویس، چون پارچه کشی است. 41.5، حالا 42 هم که بگیرم تقریبا میشه 40 سانت. ملاک کار من 40 سانت هستش. میام یه خط میکشم به اندازه 40 سانتی متر، یعنی از اینجا تا اینجا خط من بشه 40 سانتی متر. پس این خط شد اندازه 1/2 دور زیر سینه منهای 2 سانت. 1/2 دور زیر سینه منهای 2 سانتی متر. از این طرف یه خط عمود میکنم، اینجا عمود هستش. از این طرف هم یه خط عمود میکنم، اینجا هم خط عمود هستش. اینجا رو می نویسم وسط جلو یا CF. اینجا رو می نویسم وسط پشت یا CB. درسته؟ خب از وسط پشت تا وسط جلو، از وسط جلو به اندازه تقریبا 10 سانت از اینجا جدا کن. پس اینجا 10 سانتی متر و بعد 1 سانتی متر بیا داخل. از اینجا تا اینجا 1 سانتی متر. عرض سینه رو ما از این طرف تا این طرف گرفتیم حدود، ببین، اندازه عرض سینه 20 سانتی متر. عرض سینه 20 سانتی متر. خب من میام اینجا رو نصف میکنم. عرض سینه رو ولش کن، بنویس از اینجا تا اینجا نصف 40 بودش، میشه 20. اینجا نصف. خب این نصف رو دوباره عمود میکنم، این میشه خط پهلو. اینجا عمود، این میشه خط پهلو. از خط پهلو حدود 5-6 سانتیمتر، 5 سانتی متر میام داخل. از این خط پهلو حدود 5 سانتی متر. میام داخل و از اینجا هم عمود میکنم به سمت بالا. درست شد؟ و حالا از اینجا میام وسط این تیکه رو به دست میارم، وسط این تیکه. از اینجا تا اینجا تقریبا 7.5-8 میشه وسطش، 1/2. و حدود 1.5 سانت میرم بالا، 1.5 سانت به سمت بالا میرم. از این طرف که 10 سانت رفتم، از این برم یه حدود 8-9 سانت میام بالا. اینجا 9 سانت و شروع میکنم یه هلال گرد اینجا طراحی میکنم برای جا انداختن کاپ سینه. پس این کاسه بهش میگن، کاسه یا هلالی که کاپ سینه میخواد داخلش قرار بگیره. خب اینجا تقریبا میشه پهلو، تو این حدود میشه پهلوهای ما. این اگه 9، اینجاها برسونش به 8 سانت.
اینجاها برسه به 8 سانت و روی پشتم که همیشه میرفت میرسید به چی؟ همین مثلا دوباره 8 رو اینجا انتخاب کن، این به این وصل بشه و اینم تو اینجا برسه. خب اینو داشته باش تا جلسه بعدی.